سیر مذاکرات پرزیدنت ترامپ با کره شمالی بر سیاست آمریکا در برابر ایران موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. زلمای سفیر, پیشین پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در یادداشتی در واشنگتن پست با عنوان چرا ایران راه مذاکره با ترامپ را در پیش خواهد گرفت می نویسد ایران در حال حاضر آماده ورود به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده نیست اما زیر فشارهای اقتصادی بیشتر و افزایش هزینه سیاست های ممکن است روی کردش را تغییر داده و به آغاز دیالوگی تم بدهد که به مذاکره مبتنی بر منافع دو کشور و شاید روابطی عادی بیان راه جایگزین هزینه های اقتصادی سنگین و حتی خطر یک رو در روی را به همراه خواهد داشت که بعید از ایران بتواند متحمل شود. کاترینا منسون در گزارش در فاینانشال تایمز با عنوان چرا دونالد ترامپ با ایران رفتاری متفاوت از کره شمالی دارد مینویسد نویسد تهدید هسته ناشی از کره شمالی جدی از ایران است زیرا پیونگیانگ یانگ به جنگ افزار هسته دست یافته است که به طور بالقوه میتواند به سوی آمریکا پرتاب شود ایران هنوز به آن مرحله نرسیده و موشک های بالستیکش حداکثر 2000 کیلومتر برد دارند ایران دشمنان زیادی در میان متحدان آمریکا در منطقه شامل اسرائیل و عربستان سعودی دارد. کره شمالی با چین و کره جنوبی رابطه دارد و به ایجاد صلح و پایان دادن تنش در شبه جزیره کره ابراز تمایل کرده است. توماس ارکبرینگ در گزارش در نیویورک تایمز با عنوان ایرانیان کنجکاوند چرا ترامپ با ما حرف نمیزند می نویسد مسعود دانشمند از اعضای اتاق بازرگاری تهران می گوید ما کشوری هستیم که انتخابات شوراها مجلس و ریاست جمهوری برگزار می کند و جامعه پویایی 80 میلیونی دارد که با بسیاری کشورها مرز مشترک دارد ایران به مراتب پیشرفته و بازتر از کره شمالی است چرا ایران و آمریکا نتوانند بنشینند و گفت رو در رو داشته باشند. یکی از دلایلش مخالفت ایدئولوژیک رهبران جمهوری اسلامی با گفتگو با آمریکاست. در این حال خروج پرزیدنت ترامپ از برجام موضع توندروها در بیاعتمادی به آمریکا را تقویت کرده است. هادی مختاریان باغداری در نزدیکی دریای خزر میگوید وضع اقتصادی خیلی بد است و رهبران ایران لازم است نفت بفروشند چطور این کار زیر تحریم ها ممکن است من فکر می کنم در آخر گزینه جز گفتگو با آمریکا نداریم اگر با ترامپ حرف بزنند و اوضاع بهتر شود بسیاری از مردم خوشحال خواهند شد